انجمن صنعتکاران پلچرخی کابل می گوید که به مهاجرین برگشت کننده افغان از پاکستان که افراد مسلکی، تخنیکی و باسواد باشند، زمینه کار را در فابریکه ها مساعد می کنند. انجمن صنعتکاران پلچرخی کابل امروز سه‌شنبه نشست را به منظور حمایت از افغانان اخراج شده از پاکستان برگزار کرد. عبدالجبار صافی، رئیس عمومی انجمن صنعتکاران افغانستان، در این نشست می گوید که صنعتکاران نیز به مانند حکومت، مردم و تاجران در قبال حمایت از مهاجران مسئولیت دارند. زمونگا موضوع د مهاجرینو د پاکستان ته په زور سره راستل دي چې دغه حمایت لکه څنګه چې حکومت بیل مسئولیت لري، ولس بیل مسئولیت لري، تجار بیل مسئولیت لري، صنعتکاران هم یو مسئولیت لري. با گفته وی، اخراج اجباری مهاجران توسط دولت پاکستان نفرت را میان تاجران و مردم دو کشور زیاد می کند و باید به این موضوع یک طرز العمل تهیه شود و اخراج باید تدریجی صورت گیرد. همدغس مهاجرین چرا روان دی؟ ده مهاجرینو اول زمانگا وقتان ده اسلامی و امارت ده حکمت نده او ده پاکستان ده حکمت نده ده پا زور استل دا به افغانستان او د خصوصا د پاکستان د ولسونو تجارانو په منځ کې نفرت زیات کی، باید یو طرز العمل جوړ شي او په تدریج سره دا مهاجرین افغانستان ته راشي چې دوی د پر ځای کاروبار د هغوی د پر کار دا آماده شي. موصف تصریح کرد که هدف صنعتکاران ولایت های کابل، هرات، ننګرهار و قندهار این است که در 4000 فابریکه به دست کم 40000 تن زمینی کار را مساعد کنند. د صنعتکارانو هدف په ټول افغانستان کې چې د جلال آباد، مزار شریف، هرات او خصوصا کندهار سره خبرې شوې او دوی سره په دې باندې چې ان شاء الله تعالی په یو سمو د څورز کې به عمومي په کابل کې یو ښه کانفرنس ولرو چې د دوی د همت په خاطر باندې څه کولای شو. دوی په څو برخو کې مونږ دوی ته آماده یو. ټول فابریکو والا، اکثر هر فابریکې والا سره، خصوصا د هر ولایت اتحادی سره، د ټولو اتحادو سره چې تماس نیول شوی دی، اولینه دا خبر کوله چې کولای شو چې مونږه 15 کسه، لس کسه، چې تقریبا 4000 فابریکې دي، کولای شو 40000 کسان ته مونږه دلته په فابریکو کې دوی ته ځای ورکو. هغه خلکو ته چې امارت اسلامي دی لپاره میکانیزم جوړ کړي، څوک تعلیم یافته دي، څوک تخنیکی کارګر دی، څوک مسلکي کارګر دی، ځکه په عمر سره تقریبا 1995 کال کې د 130 فابریکو د افغان مهاجرو چې صرف د کراچۍ، لاهور او وبخي د پېښور او اسلام آباد په فابریکې وي چې د هغې لیست موجود و. در همین حال محمد شبیر بشیری، رئیس اجرایی مجتمع صنعتکاران کابل، میگوید که صنعت ستون فقرات رشد اقتصادی یک کشور است. فهمین که صنعت ستون فقرات رشد اقتصادی است، نه تنها در افغانستان، در تمام دنیای مسئله است. و اضافه کرد که از آدرس سکتور صنعت با ظرفیت های دست داشته در کنار حکومت از پناهجویان برگشت کننده از پاکستان حمایت می کند. 18 صنف مشخص می کنیم، هر صنف مکلف می سازیم که به گونه مستقیم و عاجل 100 نفر مهاجر استخدام کنه. وقتی که هر صنف به گونه عاجل 100 نفر مهاجر استخدام کرد، این 100 نفر مستقیم شد، 300 نفر غیر مستقیم جای کار ایجاد میشه. بزرگترین چالشی که در مقابل مهاجرین ما امروز هم دولت با او مواجه است و هم خودشان با او مواجه است، نبود زمینه کار به اینا است. این در حال است که خلیل رحمان اقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، روز گذشته دوشنبه گفته بود تخمین می شود که بیش از 300000 تن اخیراً از طریق تورخم و اسپین بولدک به افغانستان برگشتند. اخراج مهاجرین افغان واکنش های داخلی و خارجی را به همراه داشته است. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.